بسم الله الرحمن الرحیم. از زیان بیننده سلام، وقتتان بخیر. انشاءالله که صحت و سلامت باشین و خوش آمدین به دنیای ورزش. همان گونه که در جریان هستین، فدراسیون فوتبال افغانستان ترکیب یا فهرست دعوت شده بازیکنان تیم ملی فوتبال افغانستان به تیم ملی را اعلام کرد که قرار است جلسات تمرینی را در الاحساء منطقه حفوف عربستان سعودی سپری بکنه. 26 بازیکنی که آقای اشلی وستوود دعوت کرد و 4 ستاره هم تازه به تیم ملی دعوت شدن. میخواییم در پیوند به همین کمپ تمرینی با زهیب اسلام الدین امیری کاپیتان تیم ملی فوتبال افغانستان صحبت بکنیم که از محل تمرینات تیم ملی فوتبال افغانستان فعلا از الاحساء با ما وصلن. امیری عزیز سلام، وقت بخیر، خوش آمدی به برنامه. بسم الله الرحمن الرحیم. اولتر از همه سلام های خدا به شما سرویست تقدیم میکنم و همه بینندگاه تلویزیون یانانا. امیدوار که همیتان جور و سیاد و سلامت باشین. بازم یک جان تشکر که من امروز برنامه دارین سرویست صاحب. خوب است، تمرین ها خوب است. تمرین های سه روز شده که تمرین ها رو شروع کردیم. دو وقت تمرین است هر روز صبح که بدنسازی و دیگر در میدان و یکان دفعه دو دفعه در میدان. دیگر تمرین ها خوب است، خوب پیش میره بخیر. یعنی از 23 می تمرینات شروع شده، درست است؟ از امو اصلیش امو دو روز اول امو فتنی امو تست و هست امو چیز هست که او رو میگیره. تمرین ها از تاریخ 21 شروع شد، درست. امیری عزیز، جلسات تمرینی بیشتر روی چه موضوعات متمرکز است برای آماده شدن تیم ملی در مساف با قطر؟ بله، ترنر خودش یک پلان داره که چه رقم امروز قطر بازی میکنه و سر از امون کار کرده رویسته و بعدا امروز کویت دیگه آلی فعلا سر امون کارشان جریان داره که انشالله بتانیم که یک نتیجه خوب بگیریم مقابل قطر. من 4 بازیکن اعلام کردم که تازه پیوسته به تیم ملی از طرف آقای اشلی وستوود دعوت شدن. یک بازیکنی که قبلا هم دعوت شده به اما بنابر مشکلات هویتی که داشت نمیتونست به تیم ملی اضافه شد و کیوان متقیان گفته میشه که او هم پیوسته. بازیکنان جدید کیوان متقیان، نجم حیدری، نعیم رحیمی و حسین زمانی که به تیم اضافه شدن، چگونه هستن وضعیتشان؟ خوب است، نام خدا. خودتان امور رقم که شاهد هستین، گلکیپر کیوان در کمپ پیش هم بود، این کمپ هم اومد امروی بچه ها کمی بلد است. دیگر نجم سفر اولش است، حسین زمانی سفر اولش است، نعیم رحیمی سفر اولشان است. خوب است، نام خدا. جایی که ما ضرورت داشتیم آمد، کلشان شاید امرو پر کنه و امید که یک نتیجه خوب بگیره و امروی بچه ها یک جای شو و بخیر یک دستاورد خوب داشته باشیم. وضعیت روحی بازیکنان ما چگونه است؟ چون ما بعد از اینکه هند بردیم همه گرفتن به مناطقی که بودن و شما هم افتخار میزبانی تان داشتیم با سرمربی تیم ملی در میدان سبز فدراسیون فوتبال افغانستان در جریان رقابت های لیگ قهرمانان. یکی از بازیکنانی که در ترکیب تیم ملی، دو بازیکنی که در ترکیب تیم ملی بودن، یکی گلاله رحیمی که در بازبان تیم ابو مسلم بود و همچنان محبوب حنفی که در ترکیب تیم اتک بازی میکرد. وضعیت روحی بازیکنان پس از بازی با هند که دوباره کنار هم جمع شدن چگونه است؟ بسیار خوب. باور کنید که از روزی که مسابقه هند خلاص کردیم کلشان زنگ و یک گروپ داریم که کلشان گفتن رئیس که زود شد و کمپی دیگه که ما بیاییم. بسیار خوش است کلشان، کلی بچه هم زمان یک جای دو وقت تمرین باز بعد از تمرین میشینیم، اما یک دیگه خدا شناختن و در یک اتاق دیگه. بسیار خوب است، روی بچه هم خدا بسیار در روی خوب است و امید که انشالله همی رقم بانی و یک نتیجه خوب بیاریم. قرار است که ما برای بازی با قطر تا نزدیک بازی در الاحساء تمرین کنیم یا تغییر هم در مکان تمرین خواهد آمد، یعنی کلا فوکس روی قطر هست و میخواهید که در الاحساء تمرینات تان سپری کنیم؟ نه خیر، در الاحساء می باشیم، در الاحساء کلی تمرین ها خود سپری بخیر میکنیم. استادیوم هم یک دهن قرار از ما دور است، در هتلی که جایی که ما زندگی میکنیم دیگه. امید که انشالله یک نتیجه خوب بگیریم مقابل قطر و امید که یک دستاورد خوب داشته باشیم. امیری عزیز، یک موضوعی که ما قبل از اینکه بیایم به این بازی برسیم برابر قطر در جام ملت‌های آسیا بازی کرد، چند بازی پرفشار داشت و حتی قهرمانی جام ملت‌های
آسیا را گرفت که طبعا تغییرات در ترکیبشان و در روحیهشان آمده. فکر میکنید چه بازی سختی در پیش خواهد بود؟ طبعا قهرمانی آسیا است، بازی سخت است و دفعه اول نیست امرا قطر بازی میکنیم، او سال پیش هم امرا قطر بازی کردیم. دیگه ما تلاش خود میکنیم، اگر هر تیمی که باشه ما کوشش خود میکنیم که نتیجه خوب بگیریم. طبعا که کمی سخت است، قهرمانی آسیا است، امکانات کلیچیشان از ما قدر بالاتر است، مگر ما همو غیرت افغانی و همو امکانات که تمام در دست ما رسید از طرف فدراسیون و همو تمرین ها و منچی پلان هایی که کوش دار امور، اگر ما بخیر کل چیز را جور کنیم امید که انشالله نتیجه خوب میگیریم. از عمران حیدری چه خبر؟ دعوت شده و کمپ تمرینی یا خیر آمدن؟ از آمدن عمران حیدری مسیج کرده بود کوچ، عمرانشان گفت زده بود، مگم خودشان گفت که ما نمیخوایم به خاطر که هر دفعه که ما در تیم ملی میایم اوگار میشم و از خود یک ریزن داشت، از خاطر قبول نکردم و چی تیم ملی را. مگم ترنر امروی کلگی گرف زده بود، امروی کلی بازی کنم. خوب است. امیری عزیز، فکر میکنی خودت با توجه به که در وضعیت تیم هستی، در تمرینات که سپری میشه، ما قبلا برابر هند در مکانی که تمرین کردیم بازی کردیم نتیجه خوب گرفتیم ابها، ولی چرا باید مکان تمرینی و بازی ما ورزشگاه تغییر میکرد، میامد در حفوف و یا در الاحصا که قرار است در ورزشگاه شاهزاده عبدالله بن جلاوی بازی کنیم، این تغییر مکان چطور اتفاق افتاد و فکر نمیکنید که به کار ما رو سخت کنه؟ ما فکر نمیکنیم. یک دوم دیگه او در ابا یک تورنمنت دی اش جانبه است که اش مملکت در اونجا بازی میکنم و استیدیوم و مطلع و چیزا محسن نبود با ما و سعودی همین جای با ما پیشنهاد کرد، دیگه یک آپشن همین بود که ما در اینجا بازی کنیم و خودتان میفهمین هم اسپانسر کلی چی ما سعودی است و همراه سعودی که گفت زدیم سعودی گفتم این بهترین شهر است و راستی باور کنید که از روز که آمدیم هتل بهترین خوب، میدان تمرینی خوب است، دیگه امکانات کلی چیه که چیزی که دعوت داشتیم اینجا ما مو از رو کرده بالاتر است، خوب است. اما آب و هوا چگونه؟ آب و هوا طبعا در این وقت زمان در سعودی در شارش که باشی گرمتر است، گرم است و مسابقه ما خوب است که در شب است و تمرین های ما هم شب است، از او خاطر در ما آب و هوا هم یعنی کمی بلد هستیم، خوب است. بعض بازیکن های ما از اروپا آمدن و سطح آب و هوایی اروپا کم سردتر هست نسبت به عربستان و قطر هم که با این آب و هوا کاملا آشناست از نگاه آب و هوایی چون نزدیک به عربستان سعودی است و قرار است که قطر چقدر وقت برسه به در آستانه بازی ها میرسند یا هنوز مشخص نشده تا که ما بیشتر آماده شیم؟ نه خیر، نه تا فعلا مشخص نشده که چی وقت میاد. دیگه قطر خود زیاد دور نیست، شاید یک سال داره تیاره باشه و خیلی امکانات زیاد داره، دیگه شاید هم تیاره شخصی خود گرفته بیاید. اسلام، یک چیزی که هست، فکر میکنی با حضور گلالای و همچنان ویس عزیزی که وان متقیان در دروازه‌بان سوم باشه یا در این بازی سخت از او استفاده خواهد شد؟ ما راستش نمیفهم، اما تصمیم ها کل چیز در دست ترنر است و خود ترنر میخواهد که یکان چیزی ببینه که ما بازیکن ها نمیبینیم دیگه، بود اما کلی چیز در دست ترنر است دیگه، ترنر چی تصمیم داره و چی پلان داره دیگه، اون کلی چیز در دست خودش است. نجم حیدری که با واسطه سرمربی دوباره برگشت، رکیبان و متقیان نعیم و حسین زمانی در چه شرایط بدنی قرار دارن؟ خودت بیشتر نزدیک به سرمربی است چون کاپیتان هستی، نظر سرمربی در این مورد در مورد چهار بازیکن چگونه است؟ والا روز اول که آمدیم کوچ تو فکر میکرد که ما که از این مسابقه را بردیم یا در کمپ دیگه بچه ها بسیار خوب بود، سریال بود، فیت بود، فکر میکرد که در این کمپ شاید یک کمی تغییرات چیزا بیایم، مگر امو پروگرامی را که ما گرفته بودیم از بعد از مسابقه این که ما یک پروگرام داریم، یک اپلیکیشن داریم که هر صبح که از خواب میخیزیم امو روزمره تمرین ها رو با کل بازیکن ها رایی میکنه و امو تمرین ها رو با امی چهار نفر هم رایی کرده بود و
مدت زمانی که ما از مسابقه این و تا این وقت که دور بودیم هر جایی که هر کس بود تمرین خود کرد و روز اول یک امتحان داریم یک تست داشتیم و نام خدا کلگی از تست پاس شد کلگی در بهترین لیول بدنی قرار داره و نام خدا اما از قدرت بدنی کلگی خوب است. اسلام یک مورد دیگری که بود ما در بازی برابر هند در دو بازی که البته مساوی گرفتیم و بردیم از نیمکت یکم هواداران هم دلنگرانی داشتن و به سرمربی هم میشه که بگه باور من باشیم که او هم حتما نگرانی داشت از نگاه نیمکت که شاید تقویت کننده خوبی در جریان بازی نداشت. حالا با آمدن این چهار بازیکن فکر میکنین که چقدر تیم تقویت شده و چه کمک بزرگی در نیمکت ذخیره خواهد کرد که اگر سرمربی بخواد چنج بیاره امیدوار باشه و اینکه نتیجه خوبی بگیره. سروش صاحب یک چیز ما باید بگویم که من از روز اول در جریان هستم، از روز اول هم روی ترنر هستم. امیالی همی نفرهایی که در تیم ملی همی هستم 26 نفر بهترین هستم. از این قدر ما نخواد بهترین بازیکنهای دیگر در خارج داشته باشیم و در داخل از داخل خودتان دیدین دو چانس داد، دو کمپی تمرینی گرفتم امروی بازیکنهای داخلی دیگه هم وقتی که دید هم مقایسه کرد امروی این دیگه بازیکنها یک کمی متفاوت بود، تغییرات داشت. از خاطر من نمیفهم که مردم چرا انتقاد میکنه که بنچ ما خوب نیست. امیالی اگر بگویی در بنچ ما هم خدا بهترین بازیکن هست و بازیکنهایی که در بنچ شاید از 11 نفر که یک ساعت باشه این که ترنر چی پلان داره کی بازی میکنه او در دست خودش است. مگم باورمند باشیم که ترنر از خود پلان داره. ترنر وقتی که آمد از روز اول هم پلان خود جور کرد و بازیکنهایی که میخواه امو در خدمتش هست و از امو استفاده میکنه. شاید که یک بازیکن در اروپا خوبتر باشه و در سیستم ترنر جور نبیاره از خاطر ما فکر نمیکنه که باید کس انتقاد کنه و کس بگه که والا بنچ ما خوب نبود یا چی. من باورمند هستم که انشالله اگر همی رقم باشیم همی تو تیم نتیجه خوب میگیریم. امیری عزیز به عنوان آخرین پرسش یک مورد که خودت اشاره کردی کوتاه خیلی از هواداران دیگر چند روز در صفحات اجتماعی هم پایین و بالا میشد میگفتن اینکه سرمربی گفته که بازیکنان داخلی در حد و اندازه تیم ملی نیست. خب ما از این انتقادها سابق هم داشتیم خیلی زیاد که روی بازیکنان هم تاثیرگذار است، حتی بازیکنان خارجی هم که در لیگ افغانستان بازی میکردن انتقاد کردن که چرا از بازیکنان داخلی دعوت نشده. حالا سرمربی واقعا چون این امر مطرح کرده و یا اینکه نه دیدگاهش متفاوت است؟ نه خیر، سرمربی خود شاهد هستیم دو مسابقه هم روی قطر کویت مسابقه اول بود کلشان از افغانستان بود بازیکنان. بعد از دو تمرین کمپ تمرینی داشتیم در شهر سعودی که اضافی بازیکنان از افغانستان آمد. مهمی است که همون لیگ ما اگر متواتر باشه، اگر چند ماه لیگ باشه هر هفته بازیکنان بازی کنه، شاید بازیکنان باشه که عمل در تیم ملی نتیجه میگیره و در تیم ملی بیایه بازی کنه. امیالی اگر بگوی محبوب فکس است در تیم ملی بازی میکنه از خاطری امو دمو شیب است دمو لیولی که بازیکنه هست باید باشه و از خود چی میکنه همیشه فید است. در تمرین آمده در کمپ آمده محبوب بهترین یک اگزمپل از در بازیکنه افغانستان که امیل در افغانستان. من خودم از افغانستان بودم در خودم در افغانستان بازی میکنه. مگم همون سطح افغانستان و خارج بخاطری فرق داره که هر رفته در خارج بازی میکنی در اینجا شاید هر رفته بازی نکنی همون گیم فیت که میگه. از خاطر وقتی که بازیکنه ها میاید در اونجا یک کمی سخت است. از دوکنه ترنر دفعه اول نست که آمد دفعه دوم آمد دید همین لیگ دید مسابقه را دید کلی بازیکنه را دید خودش میفهمه که کمی فیزیکلی یک کمی مشکلات است و باید کلی ما درک کنیم کلی ما میفهمیم که لیگ در یک ماه نمیشه و بازیکنی که پروفشنال است وقتی که میخوای بازی کنی در یک ماه لیگ امکان نداره. باید هر هفته متواتر تو بازی کنی تا 8 تا 9 ماه را که همیشه گیم فیت باشه. خیلی زیاد تشکر امیری. خیلی کوتاه لطفا ظرف چند ثانیه بازی برابر قطر این بار متفاوت خواهد بود؟ 100%. خیلی زیاد تشکر زوایب اسلام امیری کاپیتان تیم ملی فوتبال افغانستان از اینکه در برنامه وصل شدیم. تشکر. صحبت های اسلام الدین امیری را در پیوند به کمپ تمرینی تیم ملی فوتبال افغانستان شنیدیم. بریم پس از وقفه برمیگردیم همچنان با شما هستیم.
دوباره خوش آمدین ادامه برنامه دنیای ورزش رو تماشا میکنین. رقابت های قهرمانان زون های فوتسال افغانستان از روز جمعه در فدراسیون فوتبال افغانستان به میزبانی جمنازیوم فدراسیون فوتبال افغانستان آغاز شد که میخوایم در پیوند به این رقابت ها صحبت بکنیم. خلیل یعقوبی مسئول اداری کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال افغانستان از طریق اسکایپ از محل برگزاری رویداد یعنی کمیته فوتسال افغانستان با ما وصل هستند تا در پیوند با رویداد صحبت بکنیم تا بیشتر آگاهی پیدا کنیم. آقای یعقوبی سلام، وقت بخیر، خیلی خوش آمدین به برنامه. بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض ادب خدمت شما بیننده های تلویزیون جهانی آریانا، علاقمندان به ورزش. خوشحال هستم که با شما هستم. در رابطه به مسابقات زونا خدمت شما عرض بکنم که مسابقات متذکره از دیروز با اشتراک 8 تیم در کمیته ملی فوتسال افغانستان از طرف کمیته فوتسال فدراسیون افغانستان برگزار شد. آقای یعقوبی در این مسابقات چند تیم شرکت دارند و کدام تیم هست؟ در مسابقات 8 تیم حضور دارند، 6 تیم از 6 زون کشور است و 2 تیم هم از نمایندگی از پایتخت کابل اینجا حضور دارند. درست. چند روز دوام میکنه رقابت هایی که قرار زیر عنوان رقابت های قهرمانان زون های افغانستان برگزار شد؟ مسابقات در کل 9 روز دوام داره و مسابقات در دو گروه برگزار میشن. 8 تیم در دو گروه تقسیم شده، گروه A و B، و 9 روز طول میکشه. درست. از این رقابت ها هدفش چیست که برگزار کردین؟ دلیلش یعنی انتخاب یا شناسایی دو تیمه که بلی قهرمانان بازی کنن؟ سروش عزیز، لیگ برتر افغانستان همه ساله برگزار میشه و طبق معمول باید تیمایی که با کمترین نتایج حذف میشن و به لیگای ولایت مربوطه میرن، باید ما دو تیم جایگزین را داشته باشیم که دو تیم جایگزین هم از طریق مسابقات زون و مرحله اول مقدماتی که همان برگزار لیگ برتر ولایات است، بعد از او مسابقات قهرمانی زون هاست. مرحله دوم که فعلا برگزار شده قهرمانی زون هاست افغانستان سال 2023 که از این مسابقات دو تیم قهرمان و نایب قهرمان جواز حضور در لیگ برتر سال 2024 را به دست میارند. درست. تیم هایی که در این رقابت ها حضور پیدا کردن، پس از حرف شما ای تو استنباط میشه که یک مرحله قبلی رم سپری کردن، چون قهرمان ولایات باید که بالا میان در مرحله زون ها، باید در مرحله زون ها هم حتما بازی کنن. سیستمی که در این قهرمان بله. افغانستان پیاده میشه. بله بله، دقیقاً زمانی که مرحله اول مسابقات زون ها میشه، ولایاتی که در یک زون حضور دارن اونجا یک مرحله مسابقات است، بعدش مرحله دوم هم مرحله قهرمانی که فعلا و میزبانی کمیته فوتسال افغانستان برگزار میشه. بعد از سپری نمودن دو مرحله تیم هایی که نتایج خوب میگیرند قهرمان و نایب قهرمان میشن، جواز حضور و یا هم صعود میکنن به لیگ برتر فوتسال افغانستان. درست. رقابت هایی که آغاز شده کدام تیم ها چه نتایج را گرفتن؟ گروه A و گروه B. رقابت ها از دیروز با دو بازی آغاز شد که بازی اول تیم ورزش افغانستان نماینده پایتخت در مقابل تیم بارک پنشیر نماینده ولایت پنشیر به برتری رسید. بازی دوم هم بازی میان دو تیم ولایت های غزنی و بلخ بود که نماینده غزنی توانست نماینده بلخ را مغلوب بسازد. رقابت هایی که برگزار شده از طرف فدراسیون فوتبال افغانستان تمام هزینه هاش پرداخت شده یا نه؟ تیم هایی که به این مرحله از رقابت ها رسیدن. در رابطه به سوال شما باید عرض بکنم یک بخش عظیمی از مصارف از طرف کمیته فوتبال فدراسیون فوتبال افغانستان پرداخت میشه و یک بخش مصارف و کرایه رای تیم ها از جانب تیم ها پرداخت میشه. بازم تاکید میکنم بخش عظیم مصارف را کمیته فوتبال فدراسیون فوتبال افغانستان به دوش داره که انشالله ما بتونیم یک میزبان خوب باشیم تا آخر مسابقه.
درست. پس نحوه برگزاری رقابت‌ها شامل گروه هست. پس اگر ما درست بگویم، پس به این معنی است که مرحله حذفی و قهرمان شدن داره، درست است؟ دقیقاً. بعد از ختم مسابقات گروهی ما میریم به مرحله چهار تیم و همچنان برنامه فاینال. درست. فاینال بر کدام روز در نظر گرفته شده؟ 13 جوزا بروشید. درست است. در رقابت هایی که برگزار کردین، روز اول رقابت ها با چه استقبال روبرو شد و ورزشکاران با چی نمونه از خود، البته با چی نمونگی وارد میدان شدن، یعنی نحوی عمل کردشان چگونه بود؟ دقیقا دیروز که روز نخست مسابقات بود، مسابقات از استقبال خوب هواداران برخوردار بود. جمعنازم کمیتی فوتسال فدراسیون فوتبال افغانستان الحمدلله مهماندار بود. ما مهمان های زیادی داشتیم از ولایت های شمالی، جنوب شرق، ولایت های مرکزی و همچنان مهمان های ویژه دیگه. همچنان تشویق و ترغیب ورزشکارا در پهلوی از جذابیت بازی و خصوص بازی اولی که ورزش افغانستان با تیم بهارک پنشیر داشت، برنامه خوب و پرنشاطی داشتیم. دو تیمی که از رقابت های فصل قبل سقوط کردن در این رقابت ها حضور ندارن؟ ندارم. بله درست. پس ما در فصل سوم رقابت های لیگ برتر فوتسال افغانستان شاهد حضور دو تیم جدید خواهد بودیم که از بین همین هشت تیم انتخاب میشن. دقیقا. هر دو تیمی که نتایج خوب و قابل قبول را در این مسابقات اخذ بکنن، راهی لیگ برتر فوتسال افغانستان میشن. حالا این برنامه به عنوان یک پیش‌زمینه برای برگزاری رقابت های لیگ برتر محسوب میشه. لیگ برتر فوتسال افغانستان تاریخ دقیقش مشخص شده یا خیر هنوزم رایزنی جریان داره که تاریخ دقیق مشخص کنه؟ آقای سروش رایزنی جریان داره. کمیته فوتسال افغانستان، بخش فنی و همچنان همکارای ما که در موضوع زیدخل هستند، همه روزه در این زمینه جلسات جریان داره تا ما بتانیم یک تاریخ خوب و قابل قبول را به لیگ برتر فوتبال افغانستان تعیین بکنیم. یک سوال دیگر را مطرح بکنم، بویی که آیا در ترکیب تیم هایی که در این رقابت ها حضور دارند، بازیکنان از ردای سنی تیم ملی و یا هم از تیم ملی بزرگسالان کسانی هستند یا نه شامل تیم ها نیست؟ مسابقات زونا یا لیگ در همین قهرمانی زونا منظورم است؟ در مسابقات زونا هستند. سوال بسیار خوب شما مطرح کردین. ما در ترکیب اکثریت تیم از بازیکنان ردای سنی بخصوص 17 سال، 19 سال، 20 سال در ترکیب ولایات داریم، از تیم های ملی و همچنان بازیکن های خوبی که قبلا هم تجربه پوشیدن تیم های ملی را داشتن در ترکیب تیم ها حضور دارم. خیلی زیاد تشکر آقای خلیل یعقوبی، مسئول اداره کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال افغانستان، از اینکه در برنامه وصل شدید. خیلی زیاد تشکر از همراهی شما هم بیننده های عزیز که برنامه دنیای ورزش را دنبال کردید. خوشخبری هم براتون دارم که قرار است سه رویداد بزرگ ورزش را همچنان دنبال بکنید. جام جهانی کرکت همچنان، رویداد المپیک و جام جهانی فوتسال هم از طریق شبکه آریانا پیشکش حضورتون خواهد شد. دعوت میکنم تماشاگر باشید و تا برنامه بعدی خدا نگهدار.